بسم الله الرحمن الرحیم در درس چلم تجوید قرار داریم در ای درس ما می خواهیم که حکم نون ساکن و تنوین ببینیم و ما آیت یک الى ششم سوره البقره را در اولش نشته کردیم اینجا و بعد آیت ده همش هم اینجا آوردیم که بعضی از حکم های نون ساکن و تنوین ما ببینیم ما گفته بودیم که نون ساکل و تنوین چهار حکم داره که حکم اولش بود ازوهار بود ادغام بود و اقلاب بود و اخفا بود ای چار تا و همچنان نون مشدد و میم مشدد ای دو دیگر هم که ما قبلا خواندیم ای شش حکم دینمی اینمی آیات میبینیم اینجا شما اگر ببینید ما بعدم روی هر آیت حکمش نوشته کردیم که شما ایده به می باید بلد باشین که چی رقم حکمشه نوشته کرده بتانیم من یک بار نمی ای آیت میخوانم ببینیم که من چی رخم میخوانم باد بعد از او هر کدام از او رو برش بالاش می و شرح میکنیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۗ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ ۗ وَبِالْآَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون الحمد لله ما إلى میخواییم که آیت با آیت بر شما شرح کنیم حکمشه در ارتباط نون ساکن و تنوین ما اول الیف لام میم وقتی که ما گفته بودیم که الیف یک حرکت میگره لام شش حرکت میگره میم شش حرکت میگره و بین لام و میم یک غنه وجود داره به خاطر از که لام وقتی که ما نوشته میکنیم لام الف میم نوشته میکنیم و وقتی که ما میم نوشتن میکنیم میم یا میم نشته میکنیم لام آخر میم امرای میم اول میم یک جا میشه میم مشدد تشکیل میده که ما میگیم الف لام میم کی غنی مابین که در مشدد است این باید متوجه باشین بگیم خب ذالک الكتاب لا ریب فیه هدل للمتقین اینجا سای کنین لیل متقین اصلا هدن نوشته شده و پشت سر تنوین دال لام آمده این میشه ادغام بدون غنه با لام و لام شدت میشه خوانده میشه لیل متقین آیت دیگه شده کنین

أنزل نون ساكنة ساكنين مش بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك من قبلك ما إيه من قبلك بخاطر هذه كي نون ساكن حرف قاف وبالآخرة هم يوقنون ما گفتیم که حکم از این نون ساکن است که قبل از حروف زا و قاف آمده در اینجا که ما رنگش از این آیات بسیار احکام دیگه دارم احکام تجویدی زیاد داره. ما تنها این نون ساکن و تنوین سایل میکنیم اینجا می آیات بعدی شده کنین علی می هدن است تنوین است پشت سرش من آمده ربهم پشت سر دال تنوین میم آمده دال تنوین امی خود تنوین که دال تنوین داره تنوین دال امرای میم که یک جا میشه این میم مشدد باغونه ادغام باغونه میسازه و بعد از اینکه که من آمده را به هم آمده را آمده نون ساکن امرای را یک جا ادغام میشه که ما چی میگیم؟, میگیم؟ میگیم, تنوین قبل از حرف میم آمده ادغام با غنه میشه و نون ساکن قبل از حرف را آمده ادغام بدون غنه میشه اولئیک علی من ربهم و هم المفلحون خب آیت ششم سعی ای کنین دمی اولش هست این این نون مشدد است نون مشدد گفته بودیم که این غنه میشه این این الازین کفرو سوان علیهم سوان پشت سرش عین آمده عین از جمله حروف حلقی است وقتی که حروف شش حرف حروف حلقی بیایی این چی میشه این تنوین ازوهار میشه خب إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَذَرْتَهُمْ أَذَرْتَهُمْ أَذَرْتَهُمْ ألف نون ساكن بس تسرش على ف عارف الظالمه كذالك ميعاد